سال بعدی کنکور در یک دنباله هندسی حاصل ضرب 9 جمله اول برابر با 8 است. A1 A2 تا A9 شده 8. خب آنگاه حاصل ضرب A2 A4 A6 و A8 چقدر میشه؟ اینم گزینه‌اش بچه. خب مفروضات سوال ما داریم. قسمت اول یعنی حاصل ضرب این 9 تا جمله که برابر شده با 8 رو میان بازش میکنیم. A1 رو من دست نمیزنم، به جای A2 A1Q تا جمله نهم A1Q8 چند شده؟ 8 شده. خب A1 چند تا دارم در هم میگه ضرب میشه؟ 9 تا. پس میشه A1 به توان 9. میمونه چی؟ Q توان اولی 1، بعدی 2، 3 تا 8. قبلا داشتین سوالت قبلی هم گفتم 1 به علاوه 2 به علاوه 3 تا N برابر است با N در N به علاوه 1 دوم، مجموع اعداد طبیعی از 1 تا N. اینجا شده از 1 تا چند؟ 8. پس 8 من همون نقش N رو داره، پس میشه N در N به علاوه 1 دوم. پس میتونم بنویسم چی؟ A1 به توان 9، Q به توان 8 در یه دونه اضافه میکردیم بهش، 9 تقسیم بر 2. پس کلا میشه A1 به توان 9 در کیو به توان 36 مساوی چند شده؟ 8 شده. خب میتونم ساده تر بنویسم بدین صورت: 9 36، بنویسم A1Q 4 به توان 9 که اگه به توان برسونم باز همین به دست میاد، فرقی نمی کنه. اگر از طرف جذر بگیرم با فرجه 9، A1 Q4 آزاد میشه. چی میشه؟ ریشه 9 8. حالا میام اینجا، از من A2 ضرب در A4 ضرب در A6 ضرب در A8 خواسته. تک تک باز میکنم: A2 A1Q، A4 A1Q3، A6 A1Q5، A8 A1Q7. خب ضرب رو انجام میدیم، میشه A1 به توان 4، Q به توان 16. حالا ما چی رو به دست آورده بودیم؟ A1Q4 رو به دست آوردیم. پس من میتونم به جای A1 4Q16 بنویسم A1Q4 به توان 4. این در واقع همینه. A1 4 4 4 تا 16 تا. پس من میتونم به جای A1Q4 مقدار خودش رو قرار بدم. پس میشه ریشه 9 8 به توان چند؟ 4. خب ادامه میدم. به جای 8 می‌نویسم 2 به توان 3. حالا 3 رو با 9 ساده میکنم، فرجمون چند میشه؟ میشه 3. میشه 2 به توان 4. 2 به توان 4 میتونم بنویسم 2 به توان 3 ضرب داره 2. چرا؟ چون توان 3ش با این ساده بشه. پس بنویسم ریشه 3 2 به توان 3 ضرب داره 2 به توان 1 که همون 2 به توان چند میشه؟ 4 میشه. خب در اینجا این 2 میاد بیرون، فقط ریشه 3 چند میمونه؟ 2 میمونه. اینم از این سوال بچه. مثال بعدی: بزرگترین جمله دنباله هندسی A B 1/3 C D 1/24 کدام است؟ بچه دقت کنید، اولا که گفته دنباله هندسی، دوما گفته بزرگترین جمله. من اصلا فعلا کاری به حل این سوال ندارم. ببینید، من یک سری عدد بهتون میگم: 2 4 6 8 تا الی آخر. این دنباله‌ای که من دارم یک دنباله سعودیه، 2 4 6 8 تا الی آخر. در دنباله سعودی اولین عدد کوچکترین عدد من محسوب میشه، پس 2 از همه کمتره. حالا دنباله نزولی 8 4 6 2 داره کم میشه، همیشه اولین عدد میشه بزرگترین عدد من. پس در دنباله سعودی اولین عدد کوچکترین عدد و در دنباله نزولی اولین عدد میشه بزرگترین عدد. حالا این سوال دقت بکنیم: A و B و 1/3 و C و D و 1/24 این در واقع جملاتیه که به من داده. جمله سوم رو من دارم 1/3، جمله ششم هم دارم چند؟ 1/24. خب میام اینجا، آیه ام
آیه ان. آیه ام بر روی آیه ان میشه کیو به توان ام منهای ان. پس میگم چی؟ جمله ششم به جمله سوم میشه کیو به توان شش منهای سه. شش منهای سه که میشه سه. جمله ششم یک بیست و چهارم، جمله سوم یک سوم. اگر تقسیمش بکنم میشه یک هشتم. خود هشتم که دو به توان سه هست. سه رو اگه با سه بزنم کیو چند میشه؟ میشه یک دوم. حالا جمله سوم چند بود؟ یک سوم. چون صحبت از دنباله هندسی هست جمله سوم میشه آیه کیو دو مساوی چند؟ یک سوم. کیو رو چند در آوردیم؟ یک دوم. پس آیک ضرب داره یک دوم به توان دو مساوی یک سوم. آیک به دست میاد چند؟ چهار سوم. یعنی جمله اول شد چهار سوم، آیه من شد چهار سوم. چون صحبت از دنباله هندسی است پس من نیاز دارم به قدر نسبت. قدر نسبت چنده؟ یک دوم. یعنی من چهار سوم رو دارم، ضرب داره یک دوم میشه جمله بعدی، ضرب داره یک دوم جمله بعدیش تا الاخر. پس اینطور میتونم بگم من چهار سوم رو دارم، اگر تو یک دوم ضرب کنه میشه دو سوم، یک دوم بعدی یک سوم، بعدی یک ششم، بعدی یک دوازدهم، و آخری چند شد؟ یک بیست و چهارم. خب چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم این دنباله که من دارم نزولیه، در حال کاهشه. گفتم اگر دنباله من نزولی باشه همیشه اولین عدد میشه بزرگترین عدد من. پس بزرگترین عدد چند میشه؟ میشه همون جمله اول، یعنی چهار سوم. خب سراسری تجربی 90 رو با هم بررسی میکنیم. در یک دنباله هندسی مجموع سه جمله متوالی 19 و حاصل ضرب آنها 216 میباشند. تفاضل کوچکترین و بزرگترین این سه عدد کدام است؟ خب اینم یه گزینه‌اش 4 5 6 7. فقط حواسمون باشه دنباله‌ای که ما داریم هندسیه. میام اینجا. توی دنباله هندسی اگر بخوایم سه جمله‌شو بنویسیم، یعنی اگر صحبت از جمع و ضرب سه جمله متوالی یک دنباله هندسی بود، بهترین کار اینه که من از این جملات استفاده بکنم. تو ذهنتون بسپارید در دنباله هندسی اگر صحبت از ضرب و یا جمع، کلا بگم ضرب سه جمله متوالی دنباله هندسی رو از این فرمول استفاده میکنیم. چرا؟ دقت بکنیم. خودش گفته چی؟ گفته حاصل ضرب شده 216. چرا من از این استفاده کردم؟ به خاطر که به راحتی کیو از بین میره، من میتونم از اینجا چیکار کنم؟ به راحتی میتونم آ رو به دست بیارم. خب آ در آ در آ، آ به توان 3 216 یا همون 6 به توان 3. پس من تونستم آ رو به دست بیارم. از طرف خودش گفته، گفته مجموعشون چند شده؟ 19 شده. میام چیکار میکنم؟ به آ میدم 6، چون آ رو در آورده بودم. 6 تقسیم بر کیو؟ بله به 6، 6 تا کیو مساوی چند؟ 19. حالا همه رو تو کیو من ضرب میکنم. اگه اولی رو ضرب کنم میشه 6، بعدی میشه 6 تا کیو، بعدی میشه 6 تا کیو دو، بعدی میشه 19 تا کیو، که میتونم استانداردش کنم، مرتبش بکنم، به یه چنین چیزی میرسم. حالا معادله درجه دوم ما چند تا راه داشتیم؟ مربع کامل داشتیم، جمله مشترک داشتیم، روش هندسی داشتیم برای تجزیه، روش خوارزمی داشتیم، دلتا داشتیم تا الاخر. یه گریزی بزنیم به مبحث دلتا اگه فراموشتون شده اینجا رو دقت بکنید. در معادله درجه دوم ax رو به علاوه bx به علاوه c، فرمول دلتا این بود b دو منهای 4 ا 3. بچه ها a ضریب x دو، b ضریب x و c مقدار ثابت. پس b دو منهای 4 تا a 3. حالا برای دلتا ما سه تا فرمول داشتیم، یعنی سه تا حالت داشتیم. اگه دلتا مثبت باشه دو تا ریشه حقیقی داشتیم. چیا بودن؟ منهای بی به علاوه رادیکال دلتا بر روی دو، منهای بی منهای رادیکال دلتا بر روی دو. همه چی ثابت ها، فقط یک بار مثبت، یک بار چی؟ منفی. این برای زمانی بود که دلتا چی باشه؟ مثبت باشه. حالا قسمت بعدی میگه دلتا صفر باشه. دقت کنید بچه ها، اگه من دلتا رو صفر بگذارم چی به دست میاد؟ منهای بی بر روی دو.
اگه دلتا بشه صفر میشه منهای بی بر روی دو، یعنی هم x1 که من شد منهای بی بر روی دو، هم x2 من شد منهای بی بر روی دو، یعنی x1 با x2 برابره، مضاعفه. پس میتونم این ریشه من مضاعفه، با چی برابره؟ منفی بی بر روی دو. حالا اگه دلتا منفی باشه اصلا ریشه حقیقی نداریم، چون عدد منفی جذر ندارن. خب حالا تو این سال دلتا من چی میشه؟ بی دو منهای 4 آزه. بی من چنده؟ منفی 13 به توان 2 169 منهای 4 تا آی ضرب درسی. کلن چند میشه؟ میشه 25. دلتا مثبته. حالا که دلتا مثبته چند ریشه داریم؟ دو تا ریشه داریم. چون معادله من بر حسب کیو هست، دیگه نمی نویسن x1 و x2، q1 و q2 می نویسن. q1 منهای بی به علاوه رادیکال دلتا بر روی 2. خب من که بی رو دارم، دلتا رو دارم، جذرش میشه 5. آرم دارم که چند شده؟ 6. جایگذاری میکنم، جواب چند میشه؟ 3/2. ریشه بعدی منهای بی منهای رادیکال دلتا بر روی 2، به طریق مشابه بی رو داریم، دلتا جذرش میشه 5. آرم داریم، جواب چند میشه؟ میشه 2/0. حالا میام اینجا، آر رو چند دره برده بودیم؟ 6 دره بردیم. اگه خاطرتون باشه آ رو ما 6 دره بردیم، چون در هم ضرب میکردیم، کیو با کیو ساده میشد. آ به توان 3 مساوی 216 بود، که 216 6 به توان 3 بود. آ به توان 3 مساوی 6 به توان 3، 3 با 3 ساده میشه، آ شد 6. پس من آ رو دره برده بودم 6. اینم که سه جمله اولمون بود، باش کاری نداریم. میایم اینجا، شد 9. چرا؟ آیه من چنده؟ 6. کیو رو چند دره بردم؟ 3/2. 6 ضرب در 3/2، 3 6 تا 18 تقسیم بر 2، پس جمله اولم شد 9. جمله دوم آ هست، چنده؟ 6، پس میشه خود 6. جمله سوم آ تقسیم بر کیو، یعنی 6 تقسیم بر 3/2، چند میشه؟ میشه 4. پس من تونستم سه جمله اولمو به دست بیارم با چه قدر نسبتی؟ 3/2. پس سه جمله اول فرمولش این بود، آ رو در آورده بودم 6، قدر نسبتم دو تا فرمول داره، در واقع دو تا عدد به دست اومد. عدد اولی من شد 3/2، 3/2 رو ضرب در آ کردم و جمله اول به دست اومد. حالا من بعدی، کیو چند شده؟ 2/3. آ هم که در برده بودیم چند؟ 6. پس میشه 6 ضرب در 2/3. جواب چند میشه؟ میشه 4. جمله دوم آ هست، یعنی همون 6ه، باش کاری ندارم. جمله سوم آ یعنی 6 تقسیم بر کیو 2/3. جواب چند میشه؟ میشه 9 تا. خب بچه ها سه جمله اول ما داریم، چی شد بالاخره؟ 9 6 4 4 6 9. از من چی رو خواسته بود؟ ماکسیموم منهای مینیموم رو خواسته بود. این در واقع 9 منهای 4 رو خواسته بود. جواب چند میشه؟ میشه 5 تا. اینم از این سال. سال بعدی سراسری ریاضی خارج از کشور 91. در واقع بچه به عنوان سال آخر ما محسوب میشه. اعداد طبیعی فرد را به طریقی دسته بندی میکنیم که تعداد جملات هر دسته برابر شماره آن دسته باشد. این یعنی چی؟ ببینید، اولا صحبت از اعداد طبیعی فرده، اون چیزی که من قسمت اول درس دادم. اعداد طبیعی فرد چیا بودن؟ 1 3 5 7 تا الاخر، که جمله عمومش چی بود؟ 2n منهای 1 بود. اگر از 1 شروع بشه، اگر از 3 شروع بشه، 2n به علاوه 1. تو این سال چون 1 رو نوشته، پس از 1 شروع شده. چی داره میگه؟ میگه ما اومدیم اعداد طبیعی فرد رو نوشتیم، دسته بندی کردیم، دسته اول 1 دونه. دقت کنید، تعداد جملات هر دسته برابر شماره آن دسته است. چند تا جمله دارم؟ 2 تا. پس میشه جمله دوم من. چند تا جمله دارم؟ 1 2 3 تا. پس میشه جمله سوم من. پس دسته اول 1، دسته دوم 2، دسته سوم 3،
تا الی آخر، 4، 5. حالا ببین چی گفته. جمله آخر در دسته بیستم کدام است؟ اینجا دقت کنید بچه، در دسته اول یه دونه عدد بیشتر نداشتم، 1 بود. در دسته دوم من 2 تا عدد داشتم، چی بود؟ 3، 5. در دسته سوم چند تا داشتیم؟ 3 تا داشتیم. آفرین، پس میشه 3. در دسته بیستم چند تا میشه؟ میشه 20 تا. پس من اینطوری میتونم بنویسم 1 به علاوه 2 به علاوه 3. دسته اول یه دونه، دسته دوم 2 تا عدد، دسته سوم 3 تا عدد، دسته بیستم 20 تا عدد. مجموعشون چی میشد؟ از 1 تا n میشد n در n به علاوه 1 دوم، میشه 20 در 21 تقسیم بر 2، چند میشه؟ میشه 210. حالا یعنی چی؟ اینجا دقت کنید. میگه در کل ما 210 عدد فرد داریم. مشخصه دیگه. دسته اول چند تا عدد داشتیم؟ یه دونه. دسته دوم چند تا عدد داشتیم؟ 2 تا. یعنی دسته اول با دسته دوم مجموعا میشه 3 تا عدد. دسته سوم 3 تا عدد داشتیم. دسته چهارم 4 تا عدد داشتیم. دسته بیستم 20 تا عدد داریم. که اگه همه رو بغل هم دیگه بچینیم میشه 1، 2، 3 تا 20. جواب چند میشه؟ 210. یعنی ما 210 تا عدد فرد داریم. حالا این عدد طبیعی فرد رو با چی نمایش میدادیم؟ با 2n-1 نمایش میدادیم. حالا ادامه شو بیدن کنید. بنابراین اگر بخواهیم بدانیم جمله آخر یعنی جمله 201 کدام عدد فرد است، فقط کافیه که من 210 رو بذارم توی این عبارت. پس آیه 210 میشه 2 تا 210 - 1، چند میشه؟ 419. یعنی در واقع 210 عدد فرد من چیه بچه؟ برابر با 419.